به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف هشتم خوش آمدین خب شاگرد عزیز ما و شما مضمون ریاضی سنف هشتم هستیم و فصل پنجم شروع میکنیم درست است؟ فصل چهار ما و شما درس گذشته خلاص شد و فصل پنج امروز بخیر شروع میکنیم و چی از عنوان فصل پنجم ما و شما؟ قضایای مسلس مسلس خب میفهمیم چی است؟ یک سزلی دیگه یعنی درست است؟ یک سزلی که به اون بیچی میگیم؟ مسلس میگیم و انواع مسلس ما و شما میشناسیم مثلث چی داره؟ متساوی الاضلاع داریم یعنی عرصه و مثلث ما هم چی یا مثلث متساوی ساقین داریم یعنی دو زلش با هم مساوی یا مثلث قائم و زاویه یعنی زا... یک مثلثی که یک زاویه قائمه یا 90 درجه داشته باشه درست است خب آل ما شما در درس این فصلی که ما شما میخوانیم امیار ما شما میخوانیم که مثلث اگر متساوی الاضلاع باشد به چه شکل میشه و چه قضایا داره اگر مثلث ما شما متساوی ساقین باشد چه قضایایی داره و اگر مثلث ما شما قائم زاویه باشه چه رابطه یا چه قضایی روی از او برقرار است صحیح است و امروز ما شما چی درس اول از فصل پنجم قضایای مثلث و اهداف درس ما شما اهداف درس ما و شما چی است یک قضایای مثلث متساوی ساقین ما شما میخوانیم که همین مثلث متساوی ساقین چه قضایای روی از داره ما شما دو قضیه را میخوانیم امروز درست است اما قبلی که بریم درس شروع کنیم قبل که درفت شروع کنیم شما باید کارخانه با ما روان میکردین از طریق چی؟ از طریق واتساپ نمبرش هم هست 20964 780 255 40 13 درست است؟ پس بریم سر تخته و ما قضایی دو قضیه در رابطه با مسلس متصاوی ساقین میخوانیم خوی را میفهمین مسلس متصاوی ساقین چیست؟ مثلثی است که دو زلی از او با هم چیست؟ مساوی است مساویسته. پس بریم سر تخته قضایای مثلث متساوی و ساقین بس من نوشته میکنم مثلث متساوی و ساقین خب مثلث متساوی و ساقین چی است میگه مثلثی که دو ضلع از چی باشد با هم دیگه مساوی باشد من شکلش میکشم به عنوان مثال این مثلث ما و شما A B و C این زل A A B و A C با هم چی است روش یک خط کشیده و با هم مساوی باشد میگیم مثلث ما و شما چی است متساوی و ساقین است صحیح ارفا میدیم دیگه نه پس مثلث متساوی ساقین یعنی مثلثی که دو زل از چی باشد با هم دیگه مساوی باشد اصلا به اینا میگیم ساق دو تا ساقش با هم چی است مساوی است خب ما دو قضیه رو قرار بخونیم امروز قضیه اول چی است پس قضیه یک قضیه یک ما و شما است میگه اگر ما و شما یک مثلث متساوی ساقین داشته باشیم یعنی زل ای بی با زل ای سی مساوی باشد زل ای بی مساوی با ای سی باشد یعنی مثلث ما و شما متساوی ساقین است خب در در نتیجه در نتیجه چی میشه در نتیجه زاویه های روبرو به دو زلم با هم مساوی است یعنی چی یعنی انی زاویه C با این زاویه B چی مساوی است در مثلث متساوی و ساقین خب پس ما شما باید چی نتیجه بگیریم نتیجه بگیریم که زاویه B هم مساوی است با این علام زاویه بالش میمانی مساوی است با زاویه C اینی رو ما شما باید چی کنیم ثبوت کنیم که اگر در یک مثلث دو ساق یا دو زلش با هم مساوی باشد زاویه های روبرو با او زل های مساوی هم با هم دیگه چی هستند مساوی هستند این زاویه سی شما روبرو با چی است زاویه خود میفهمید شاگرد عزیز این زاویه است دیگه نه زاوی ها چی دارد یک تا رأس دارد دو تا زل دارد این نقطه رأسش است و ای ها هست؟ این خط تا چی است این خط تا بهش این نیم خط ها چون بر ندارد اما از بر ادامه داره. اینا زل های از است این زاویه است این زاویه, زاویه رو ما شما میگیم زاویه و یک نکته در رابطه با زاویه ما برات میگم که یا تا البته خب شاگرد عزیز با مثال یعنی او باشد یعنی ا باشد یعنی بی باشد ما شما اگر بخوام یک زاویه را نام بگیریم با دو حالت داریم یا میتونیم سه حرفی نام بگیریم از سه حرف استفاده کنیم یا یک حرفی اگر سه حرفی نام بگیریم باید بگیم زاویه A او بی دقت کن باید رأس ما و شما در مرکز در وسط باشه یا میتونیم بگیم زاویه B او ای یا فرق نمیکنه صحیح است اما اگر زاویه بگیم زاویه او ای بی غلط است چون او ما و شما در مرکز نیست در وسط نیست نه چون مرکز باید چی باشد وسط باشه حتما رأس زاویه در وسط قرار بگیره پس این غلط است این رقم نوشته نکنی پس سه حرفی اگر ما و شما یک زاویه رو بخوایم نام بگیریم باید رأس زاویه در مرکز در وسط قرار بگیره اما اگر یک حرفی بخوایم بگیریم فقط رفع نشان بتیم بگیم زاویه او زاویه چی؟ زاویه او زاویه ای نمیگی دیگه زاویه او میگی پس اموال زاویه سی که ما و شما میگیم این سه حرفی نام بگیریم میشه ای سی بی اینی زاویه میشه ما با دیگر رنگ بکشیم اینی زاویه اینی زاویه ما و شما چی هست؟ زاویه سی است که اگه صرفی نام بگیریم میشه ای سی بی که روبرو به چه است؟ روبرو به زل ای بیست ای بیز روبرو به ایسته فیست و روبرو به زل زاوی بی روبرو چه است؟ ای سی میشه دیگه چون اینی زاویه میشه پس اگر در یک مثلث م... یک مثلث متساوی ساقین باشد یا دو ساقش برابر باشد نتیجه میگیریم اینی دو زاویه با هم دیگه چی هستن؟ مساوی هستن این رو باید ثبوت کنیم خب من چرا هم ثبوت کنم من تخت پاک کنم بعد ثبوت برتان میکنم اما ثبوت ثبوت چرا قصد شاگرد عزیز ثبوت ثبوت میکنیم شک ثبوت میکنیم میگه ما و شما این مثلث متساوی ساقین داریم سهست؟ مثلث متساوی ساقین داریم و وسط زل بی سی رو پیدا میکنیم باید من دیگه, دیگه شک بکشم که این خراب نشه پس ما یک شکل دیگه میکشم این مثلث متساوی ساقین ما و شماست اینجا ا است اینجا بی است و اینجا سی است میگم وسط زل این زل A ای و با زل سی مساوی و وسط زل بی سی رو ما شما پیدا میکنیم وسطش دقیقا با خط کش اندازه میگیریم وسطش پیدا میتونیم یعنی وسطش صحیح و نامش چی میگیریم ام میگیریم پس بود میگیم که وسط زل بی سی را دریافت میکنیم دریافت کرده و میتونیم با خطکش دریافت کنیم صحیح و میانه ای ام از ای به ایم اگه وصل کنیم به این میگن میانه یعنی چی؟ یعنی زل بی به دو قسمت تقسیم شده اینی ام سی با بی ام چی هست؟ مساویست دریافت کرده و میانه ای ام را رسم میکنیم صحیح پس من خودم چی ما خود ما بینیم وسط بی سی را پیدا کرد نام شده ام گرفتم و از ای به ام وصل با اون میگیم میانه سیست خب عالی، ما ثبوت میکنیم اینی مثلث سمت چپ یعنی ای بی ام با مثلث سمت راست ای ام سی با هم دیگه مساوی است این ما شما در صنف قبل صنف افتم خواندیم دیگه نه پس من ثبوت می‌کنم. من به شک ثبوت میکنم ای بی با ای سی که مساوی است بنا به چی بنا به سوال بنا به قضیه گفته که مثلث ما شما متساوی ساقین است دیگه نه پس من نوشتن میکنم ای بی مساوی تا با ای سی. چون خود سوال با ما و شما گفته خب دیگه چی bm با cm ام چرا چون گفتیم ام میانه است ام وسط است دیگه نه پس ای این زل بی سی دو نیمه مساوی تقسیم میکنه پس bm ام مساوی با cm چرا چون ام وسط است خب دیگه چی؟ دیگه am مشترک است هم بر مثلث سمت راست است هم بر مثلث سمت چپ پس نوشتن میکنم ای ای با A -M. پس از این عرصه ما شما میتونیم نتیجه بگیریم که دو مسلسه A ام بی یا ای بی ام مثلث A بی A -A هم نهشت است یا چه منطبق سیست هم نهشت یا منطبق میگفتیم حالا هم نهشت هم است با ای سی ام با مثلث A سی ام به حالت چه؟ حالت هم خوب میفهمم حالت چی است سه زل است دیگه نه سه تا زل گفتیم با همدیگه مساوی است هم میتونه به نوشته کنیم زاد 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 یعنی حالت سه زل خب آلی که دو مثلث ما و شما هم شد، منطبق هم میشه انطباق پذیر میشه صحیح و زاوی بی ما و شما دقیقا با زاوی سی چی میشه مساوی میشه پس از این ما و شما ثبوت میکنیم که اول آمدیم میانه ام رسم کردیم دو تا مثلث جور شد آلی میگم این دو مثلث هم نشد هستند وقتی که هم نشت بود چی میشه اجزای متناظر با هم برابر میشه اجزایی که مربوط به هم است خب یعنی این ساق ای ای ام a b با سی مساوی است a m هم که مشترک است b m که با m c مساوی است زاویه a 1 با a 2 میشه زاویه m 1 هم با m 2 میشه و زاویه c با زاویه b مساوی میشه پس در نتیجه زاویه b مساوی است با زاویه c پس این ثبوت شد خب یعنی این سمبول چی است سمبول ثبوت شد این ثبوت ما شما خلاص شد پس شاگردای عزیز اگر قضیه اول اگر ما شما یک تا مثلث متساوی ساقین داشته باشیم یعنی دو تا ساقش دو تا زلش با هم برابر باشد خب چه نتیجه میگیریم نتیجه میگیریم که زاویه های روور به ساقهای های مساوی هم با چی هستند مساوی هستن خب حالی چه رقم از سوال میآیه اگر بگه ثبوت کنید که ثبوتش به شکل است ما گفتیم میانه ام میتونیم خود ما بکشیم درست کشیدیم و دو تا مثلث شد ثبوت کردیم این دو مثلث با هم دیگه چی هستن امنیشت هستن یا مساوی هستن وقتی که مساوی بود پس در نتیجه زاویه بی با زاوی سی چی میشه مساوی میشه این با پس ما شما این قضیه رو ثبوت کردیم اما کاربرد از این کاربرد از این به چه شکل است که سوال چرا خمزی کار میشه من تختر پاک میکنم یک تا مثال برات کار میکنم درست خب شاگرد عزیز یک مثال ما کار کنم مثال با ما و شما با مثال این شکل با ما و شما داده سوال با ما و شما این شکل داده یعنی است بی است و ایم سی است خب با مثال با ما و شما یعنی زاویه سیر داده 110 درجه و زاویه ای رو از ما و شما خواسته گفته وای است و زاویه بی رو گفته ایکس است گفته اکس وای دریافت کنید اما ای با ای بی مساوی است خودش به این شکل خط کشیده یعنی مثلث ما و شما متساوی ساقین است ای بی با ای سی مساوی است وقتی خط تک میکشه با هم دیگه چی است مساوی است خب حالی گفته که چی رو دریافت کنید شما x و وای دریافت کنید زاویه وای اما A زاویه x ما شما B است باید دریافت کنید خب چه رقم دریافت میکنیم گفته که پس دقت کنید ای بی مساوی با ای سی به ما و شما داده گفته حال شما در نتیجه چی دریافت کنید زاوی ایکس بگین چند درجه است و زاوی وای بگین چند درجه است صحیح پس سوال به این شکل است اینی شکل با این شکل به ما شما دادن مثلث داده گفته که اینی AB بی با ای سی مساوی است حالا تو زاویه ایکس بگو زاویه وای بگو چند درجه است زاویه سی هم چیه 110 زاویه خارجی دیگه خارجی سی 110 درجه است خب حالا گفته شما ایکس وای دریافت کنید چرا حل میکنیم پس حل بشک حل میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید بسیار آسان است من میگم که چون این زاویه این ما داخلی از ای سی این خارجی را C سی دور رو با ما و شما داده 110 درجه صحیست؟ پس سی یک جمع سی دو چند درجه میشه؟ 180. چرا 180 درجه میشه؟ چون سی یک و سی دو اگر جمع کنید یک تا خط مستقیم میشه خط مستقیم چند درجه است؟ 180 درجه خب سی دور که با ما و شما داده 110 پس قیمت گذاری می کنیم. پس سی یک جمع 110 درجه مساویسته با 180 درجه خب یک معادله بسیار آسان است، یک در دور انتقال بده، سی دریافت میشه پس سی یک ما و شما میشه چند؟ یک صد و اشتاد منفی یک و درجه، مساوی میشه با افتاد درجه، صحیح؟ پس سی یک ما و شما افتاد درجه دریافت شد، پس یعنی سی یک ما و شما افتاد است خب، عالی چون مسلس ای, بی ای بی سی ما و شما متساوی ساقین است، صحیح؟ پس این زاویه مقابل با هم چی است برابر است پس وقتی سی یک درجه باشد زاویه x ما و شما باید چند درجه باشد افتاد درجه باشد پس در نتیجه ما اینجا نوشتن در نتیجه زاویه x ما و شما چند درجه میشه افتاد درجه میشه درست است چرا چون مثلث متساوی ساقین است از این استفاده کردیم درست است خب آل زا... زاویه وای ما میخوایم دریافت کنیم زاویه ای هم وای قمت وایا یک مثلث شاگردای عزیز یک مثلث مجموع زوایای داخلی از چند درجه میشه بگین شما 180 درجه آفرین مجموع یا جمع سه زاویه داخلی یک مثلث همیشه چی میشه 180 درجه میشه خب اینی چند بود ایکس 70 بود سی سی 70 بود 70 70 میشه 140 درجه و به وای چه قمه مانه تا 180 40 درجه دیگه میمانه درست است پس ما به درافت شکل میکنیم میگیم که زاوی B جمع زاوی 31 جمع زاوی A که همون وای ما و شماست باید شما 180 درجه چون مجموع زوای داخلی یک مسلس است خب زاوی B و C که در رفت در دوش 70 است پس میشه 70 جمع 70 درجه جمع وای مساوی است با 180 درجه و 70 70 چند میشه 140 درجه خب 140 درجه چل دور انتقال بده ادامه شما دایی برنویشتن میکنم صحیح است؟ 140 در اون انتقال بدیم پس وای ما و شما مساوی میشه با 180 منفی 140 درجه پس وای ما و شما چند دریافت شد؟ 180 منفی 140 درجه میشه 40 درجه پس وای ما دریافت کردیم 40 درجه و ایک سه دریافت کردیم 70 درجه صحیح پس بیاییم یک تا مثال بسیار خوب کار کردیم و کجا از قضیه استفاده کردیم ای است که زاویه سی که ما و شما وقتی 70 درجه شد زاویه بی ما و که ما و شما قیمت شیکس است او هم س... او هم چند شد 70 درجه شد چرا چون مثلث ما و شما متساوی و ساقین است یعنی در یک مثلث اگر دو زل برابر باشد زاوی های مقابل ما هم چی است برابر است پس این قضیه اول ما و شما یک تا مثال هم کار کردیم درست است خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم قضیه دومم کار میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی پس ما و شما یک قضیه رو کار کردیم در رابطه با مثلث متساوی و ساقین و یک مثال هم کار کردیم که دیدیم کاربردش به چه شکل است اما قضیه دوم در رابطه با مثلث متساوی و ساقین پس من نوشته میکنم قضیه دو قضیه یک کار کردیم ولی قضیه دو قضیه اول چی بود قضیه اول میگفت که اگر در یک مثلث دو زل با هم مساوی باشد یعنی دو ساق با هم مساوی باشد یا مثلث متساوی ساقین باشد در نتیجه چی است زاویه های مقابل هم با هم چی میشه برابر میشه اما قضیه دوم دقیقا برعکس از است یعنی اگر در یک مثلث دو زاویه با هم برابر باشد نتیجه میگیریم که زل های از او هم با هم چی است زل های مقابلم هم, هم با هم برابر است یعنی ما اگر یک مثلث داشته باشیم یعنی مثلث ماه شما باشه ا B و C و زاویه C ماه شما با زاویه B چه باشد؟ برابر باشد پس زاویه B برابر با زاویه C باشد باید نتیجه بگیریم که چی است؟ زل ا بی مساویست با زل ا C این را باید ثبوت کنیم قضی اول چی بود دقیقا برعکس ازی بود نه میگفت گفت که ایبی بایسی مساوی است نتیجه می زاویه زاویا با هم چی است برابر است حالا دقیقا قضی دوم برعکس از است یعنی چی زاویا برابر است ما شما باید ثبوت کنیم که زیل ها برابر است خب چرا ثبوت میکنیم؟ بسیار آسان پس بس ثبوت گوش که چرا ثبوت میکنیم؟ ما میگم در در قضیه اول گفتیم چی کردیم میانه ای ام رسم کردیم نه اما در اینجا میگم چی میکنیم ما نیم ساز زاویه ای را دریافت میکنیم یا رسم میکنیم نیم ساز یعنی چی به دو نیم تقسیم کنه نیم ساز یعنی یک زاویه به دو قسمت تقسیم کنه به عنوان مثال ما شما اگر یک زاویه داشته باشیم این زاویه چی باشد ای او بی ما شما باشد نیم ساز یعنی دقیقاً این میشه که می زاویه ای او بی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنه البته کمی ما رسامیم خوب نیست دقیق تر اگر بکشم تقریبا اینجا ها میشه اینی میشه است که اینی زاویه را با این زاویه چی هست؟ مساوی است زاویه ای او بی را به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه به این ای را مثلا من نامش میگیرم چه X میگیرم با او هم میگیم چه؟ نیمساز زاویه ای او بی یا ناصف زاویه فرق نمی ناصف و زاویه یا نیمساز است. پس ما شما میفاییم خواهدیم قبلا من از میکنم پس ثبوت من نوشته میکنم ثبوت میگم که نیم زاویه ای را رسم میکنیم خب من شکل در اینجا میکشم دم روی همین شکل میکشم دیگه نیم ساز زاویه ای ما اگر نیم ساز دقیقا زاویه را به دو نیم مساوی تقسیم کنیم به این شکل میشه می این نقطه قد بکنیم نقطه رو نامش دی میگیریم سیست؟ پس آلی زاویه ای یک ما با ای دو ما چی است؟ مساوی است چون خود ما کشیدیم نیمساز کشیدیم برش سیست یعنی بدونیم مساوی تقسیم میکنه پس نیمساز زاویه ای را رسم میکنیم سیست خب آلی ما باز دوباره ثبوت میکنم که مثلث سمت چپ با مثلث سمت راست چی است؟ هم نهشت است یا مساوی است یعنی ای بی دی با ای سی دی ما ثبوت میکنم که با هم دیگه مساوی است و بعد نتیجه میگیریم که های A B با ای سی چی میشه؟ مساوی میشه خب چرا خم ثبوت کنیم شاگرد عزیز دقت کنیم به شک ثبوت میکنیم میگیم ای که با ای دو مساوی چرا چون ما خود ما و شما نیم ساز رسم کردیم زاویه سی هم که با زاویه بی مساوی است زاویه سی با زاویه B چرا چون نظر به سوال خود سوال گفته گفته زاویه بی با زاویه سی مساوی باشه شما ثبوت کو زلهام با هم است پس نظر به سوال B با سی مساوی میشه خب عزیز وقتی A با دو مساوی باشد. هم با بی مساوی باشد D هم باید 100 با دی چی باشد دی یک با دی دو باید 100 درصد مساوی باشد چون در دو مثلث ما شما میفهمیم اگر دو زاویه با هم مساوی باشد زاویه های سوم باید مساوی باشه نمیتونه مساوی نباشه چرا چون مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است دو زاویه از با دو زاویه از اون مساوی باشد زاویه سوم با 100 درصد باید با هم چی باشد مساوی باشد پس من میرم نوشتن میکنم من میگم زاویه ای مساوی است با زاویه ای دو چرا چون خود ما شما نیم ساز چیک رسم کردیم زاویه بیام مساوی است با زاویه C چرا نظر به سوال از این هر دو ما نتیجه میگیریم که زاویه D1 مساوی میشه با زاویه D2 پس اینم ثبوت داریم پس D1 با D2 هم مساوی است تا اینجا فهمیدی خب اما دقت کنید شاگرد عزیز ما اول باز میام ثبوت میکنم دو تا مثلث با هم چی است مساوی است چرا خم ثبوت میکنم ده اینجا ثبوت میکنم ادامش ده اینجا ثبوت میکنم من میگم که شاگرد عزیز زاویه A1 با D2 مساوی است زاویه A1 مساوی با زاویه ای دو باز دوباره چرا چون ما و شما نیم ساز رسم کردیم میره خوب میفهمیم زاویه دی یک و دی دو رو هم ولی کنه با هم چی است مساوی است زاویه دی یک با زاویه دی دو ثبوت عمل در این سمت چپ انجام دادیم دی با دی دو مساوی است زل ای, ای هم چی هست؟ مشترک است هم بر مثلث سمت راست است هم بر مثلث سمت چپ پس زل ای, ای مساویست با ای دی. که چی هست مشترک است عالی از این عرصه ما شما میتونیم نتیجه بگیریم که مثلث ای بی دی ای بی دی هم نهشته با مثلث چی بانه کوچکتر کنیم که جای شوه پس نتیجه میگیریم که مثلث ای بی دی هم نهشته با مثلث ای سی دی ای سی دید. به حالت چی حالت شم بگین حالت شش. شاگرد عزیز دو تا زاویه گفته نگاه کن ای یک با دی و زل بین زل بین شم هم ای دی است ای دو دی دو و زل بین پس دو زاویه و زل بین ز زاد ز پس میشه دو تا زاویه و زل بین پس دو تا مثلث با هم چی است هم شد یا مساوی شد وقتی هم شد باز در نتیجه چی میشه وقتی که که نه شد در نتیجه ما چی میگیم از لا با هم متناسب از لای از لای متناظر از لای مورد نظر با هم برابر است خب ای دی که با ادی مشترک است مساوی است بی دی با دی سی مساوی میشه و ای بی با ای سی مساوی میشه صحیح پس در نتیجه میگیم که ای بی مساوی است با ای سی پس ای هم شد ثبوت چه ما شما همینم خواسته بود کنیم دیگه اگر در یک مثلث دو تا زل بی دو تا زاویه بی با سی مساوی باشد باید ثبوت کنید زل ای بی با زل ای سی که ما شما امیر ثبوت کردیم صحیح است فهمیدین چه شد دیگه نه؟ پس هم از قضیه دو و ثبوتش پس شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم یک تا مثال از هم کار میکنم که ببینیم مثال از چه رقم حل میشه صحیح است پس ما تختر پاک کنم یک تا مثال کار کنم خب شاگرده عزیز پس یک مثال کار کنیم مثال با عنوان مثال این شکل به ما و شما داده باز دوباره مثلث از A B درست است این شکل به ما و شما داده گفته زاوی B هم با زاوی C چی هست؟ مساویسته خب اینی زیل ما و شما هست با عنوان مثال سه سانتی گفته که شما چیکار کنید به زاویه B مساوی است با زاویه C گفته شما ثبوت کنید که یا به دست بیارید که AC سی AC چقدر است زل AC چقدر چند سانتی میشه زل AC خب کار نداره ما شما میگیم که چون زاویه B با زاویه C مساوی است پس ما و شما میگیم چون زاویه B مساویسته با زاویه C پس در نتیجه مثلث ما و شما چه میشه متساوي ساقین میشه یعنی AB با AC برابر میشه پس AB مساوی است با AC میشه خب ابی ما و شما رو خود سوال چند داده؟ 3 سانتی متر داده. درست است؟ پس ما در نتیجه میگیم در نتیجه هم میگیم که ای ما و شما چند میشه؟ 3 سانتی متر. پس ما و شما دریافت کردیم ای گفت گفته دریافت کنید که گفتیم 3 سانتی متر میشه. درست است؟ چرا هم شد دیگه پس شاگرد از این یک مثال بسیار آسان از این کار کردیم. پس ما و شما درس امروز ما و شما چی خواندیم؟ دو قضیه در رابطه با مثلث متساوی و ساقین خواندیم. مثلث متصل ساقین مثلثی است که دو تا زل از او با هم چی باشد مساوی باشد دو قضیه هم خواندیم که اگر دو تا زل با هم مساوی باشد زاویه های روبرو با هم برابر میشه و برعکس اگر زاویه ها برابر باشد زل های روبرو با هم چی میشه مساوی میشه درست است پس دو قضیه در رابطه با مثلث متساوی ساقین امروز ما و شما خواندیم درست شد فهمیدید چرا خم شد دیگه نه پس قضایای مثلث متساوی ساقین هم خواندیم دو قضیه در رابطه با مثلث متساوی ساقین خواندیم پس من اینم تیک مارک میکنم پس درس ما و شما امروز چی میشه خلاص میشه خب اما کار خانگی کارخانگی تمرین های صفحه 102 و 104 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم که خودتان یاد دارین دیگه نه 20964, 780, 255, درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که بر شما خواندم خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل پنجم شاگردای عزیز مانده نباشین به خیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.